سلام بینندگان عزیز، در ابتدا اول ذی‌حجه سال روز ازدواج با برکت و آسمانی حضرت امیرالمؤمنین علی و حضرت زهرا علیهم السلام را تبریک عرض می‌کنیم. به همین مناسبت رفتیم سطح شهر تا گپ و گفتی کنیم درباره مشکلات ازدواج. پس بیایید ببینیم چی گپا بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد آشری هستم، محصل. به نام خدا، علیرضا حیدری، باشنده کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سید ضیا منتظر، باشنده کابل. آیا ازدواج کردیم؟ دست بانه. بله. بعد از ازدواج چه تغییراتی در زندگیتان احساس میکنید؟ تغییرات خدمتی در شود که بسیار تغییرات زیاد میاد در زندگی انسان بعد از ازدواج. آبرو، عزت، حیثیت دیگر خدمتی در شود که امو گپی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که دین تکمیلش با ازدواج است. خب یک چیز معمول است، قبل از ازدواج معمولا آدم تنهاست، بعد از تنها نیست. اگر ممکن است علتهایی که هنوز زمینه ازدواج برایتان مساعد نشده را بیان کنید. خب به خاطر از اینکه ازدواج کردن در این شرایط در این عصر و زمانه یکم سخت شده، از نظر مثلا مالی و خواسته هایی که طرفین داره خیلی بالا است. به نظر شما ازدواج کردن سخت است یا آسان؟ یک مرحله سخت است وقتش. مرحله اولش پیدا کردن همچون کسی که بخوای همراهش زندگی کنی و یک عمر باید همراهش باشی، او شما رو تحمل کنه، شما اونا رو تحمل کنه، بتونه زندگی کنه. مرحله بعدی مخصوصا در جامعه ما مرحله ای که ما بخوایم ازدواج کنیم، یک مرحله بسیار سخت و دشوار است، مخصوصا برای کسایی که وضعیت اقتصادی خوب ندارن. خدمتتان عرض شود که اگر مردم به سنت پیغمبر، به دین اسلام مراجعه کنه، به قرآن مراجعه کنه، ازدواج کردن همیشه وقت آسان است، هیچ وقت مشکل نیست. ازدواج کردن آسانه به شرطی که شرایطش باشه. ازدواج آسان یعنی چی و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ به نظر من ازدواج آسان ازدواج است که نفر پیسه داره. پیسه نداشته باشه واقعا بسیار یک مرحله سخت است. بهترین عروسی از نظری از من عروسی دست جمیز که در سال دو دفعه سه دفعه از طرف خیر و کسایی که بندای خاص خداست اونا کمک میکنن، عروسی های دست جمیز را میندازه. اونا هم از نظر شریعت اسلام برابر است و هم در او عروسی یک حجر و ثواب و یک برکت است. یکی از خوبی هایی را که در زندگی متأهلی است ولی در مجردی نیست بگویید. یکی از خوبی هایی که در زمان متأهلی است، در زمان مجردی نیست، همه مسئولیت پذیری است که قبل از ازدواج آدم احساس مسئولیت پذیری رو داره، اما وقتی ازدواج کردی تو مجبور است، مکلف است که مسئولیت پذیر باشی در قبال خانواده و جامعه و دوستا و فامیلا. وقتی که انسان میره در کار خسته و مانده است، پس میآید پایین در قدم خانه میشینی، یک پیله چای گرفته پیشید میاره، یک مانده نباشی، یک صمیمیت، یک محبت، این زندگی در مجردی نداری. یکی از خوبی هایی را که در زندگی مجردی هست ولی در متأهلی نیست بگویی. خب یکی از خوبی هایی که مجردی داره یه است که آدم میتونه بسیار به صورت راحت بره و چکر و سیل و ساتری گپای خود برسه، ولی وقتی که آدم متأهل میشه یکم مسئولیت روی آدم میه و از خود نمیتونی به چکر و تفریح و ساتری و گپا بپردازی، باید مسئولیت های خانوادگی را ادا کنی. اگر بخواین زندگی ایدئال خود را توصیف کنین چی میگین؟ خدمتی در شبه که وقتی که دو جوان میخواید زن بگیره، خب اول همکف باشه. همکف به این معنی یعنی که با هم دیگر هماهنگ باشن، یعنی همتراز باشن. مثل از ایست که در یک مسابقه ورزشی بری، یک دو نفر در بین خود و باید هم وزن باشه، حد اقل یک کیلو دو کیلو تفاوت داشته باشن، نه ده پانزده کیلو. از نظر قواره، از نظر قیافه و از نظر تحصیل، از هر لحاظ هم تیپیش باشه، اما هنگش باشه، این میگه هم کف باشه. متوجه شدی؟
و جوانان را باید که اولا که در خانواده میره کوشش کنه که در خانه با تقوی ازدواج از یک خانه با تقوی دختر بگیره، از یک خانه مؤمنه دختر بگیره، از پدر و مادرش بشناسه و همچنان او کسی که دختر خود به شوهر میده و اون باید دنبال یک بچه باشه که پودری نباشه، قمارباز نباشه، چرسی نباشه، لچک نباشه، بیبندوبار نباشه و بیدین نباشه. در اون صورت وقتی که دین داشت کل چیز داره و کوشش کنه که هم تیپ و هم آهنگ و هم شیپش باشه، با هم دیگه سازگار باشه و از امروز اول هم و دروغ نگویه با هم دیگر. از امروز اولی که میره دروغ نگویه. اگه بچه کلینر بود بگو ولی دکتر است، دروغ نگم او کلینر بود بگو کلینر است. بله وقتی که دروغ گفتی از امو اول اگه پای سنگ کج باندی تا آخر کج است. من احساس میکنم که زندگی ایدوال بر جامعه ما، مخصوصا بر جوانای ما که با این مشکلات روبروس، ای است که ازدواج کنم و یک وظیفه داشته باشه. اگه میتونستید درباره عروسی و ازدواج قانون فراگیری وضع کنین، چه معیارهایی را در نظر میگرفتین؟ قانون کلی که میخواستم برای ازدواج وضع کنم این بود که می خرج و مصارف را کمتر میکردم. دیگه ما اگر در یک موقف باشم بجز از اینمی عروسی دست جمعی دیگه هیچ گونه عروسی هایی که در این وکلا هست یارا نمیمونم و کلن این را جلوگیری میکنم. بسیار به شدتی که چیز قدرت داشته باشم سر از این گپ مصرف میکنم. جامعه ما باید این را بپذیره که رسم رواجهایی که وجود داره اینا را باید از بین ببره و من اگر تواناییش داشته باشم رواج گله گرفتن را و بخش و مراسم ازدواج و عروسی آنچنانی که امروز برگزار میشه اینا را از بین ببرم. بله دوستان عزیز، متاسفانه مانع بزرگ ازدواج جوانان باورهای غلط و عنعنات دست و پاگیر است که مشکلات فراوانی برای خانواده ها و جوانان ایجاد کرده و با پیروی از این رسم و رسوم بی‌ارزش ناخواسته و شاید ندانسته پیام خدا و فرستاده خدا را زیر پا بگذاریم. ولی کو گوش شنوا. اول ذی‌حجه سال روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها مبارک.